برام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 حمل سال 1397 98 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 مارچ سال 2019 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم: متهم شدن رئیس جمهور غنی به کند کردن روند صلح سوی نمایندگان ایالات متحده آمریکا. نگرانی از استفاده جنسی از کودکان در مکتب‌های کشور. پیشبینی 192 میلیون دلار برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو. و جان باختن 13 سرنشین یک شرخبال از اثر سقوط در قزاقستان. مشروع خبرها: کاخ ریاست جمهوری با رد سخنان مقام‌های برحال و پیشین ایالات متحده آمریکا میگوید که رئیس جمهور غنی از حامیان صلح است و خودش طرح صلح را ایجاد کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهوری می‌افزاید که رئیس جمهور غنی هرگز در صدد کن کردن تلاش‌های صلح نیست. مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا رئیس جمهور غنی را متهم به کن ساختن تلاش صلح کردند. احمد شکیب محمدی گزارش دارد. ادامه گفتگوهای صلح میان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان همزمان با نگرانی های مقام های افغان. مقام های برحال و سابق آمریکا که نخواستند از آنها نام گرفته شود، به خبرگزاری روی ترز گفتند که آنها به این باورند که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور شاید تلاش های صلح را کند سازد، چون خشمگین است که حکومت وی چرا از گفتگوهای صلح دور نگه داشته شده و از نتایج چنین وضعیت بر زمامداری خود نگران است. یک مقام آمریکایی گفته است: رئیس جمهور غنی از این نگران است که امکان دارد کدام توافق حکومت انتقالی به میان آید و قدرت را از دست دهد. واشنگتن باید توقع داشته باشد که رئیس جمهور غنی مثل یک سیاستمدار در سال انتخابات عمل خواهد کرد. ما نباید توقع داشته باشیم که غنی چون یک دولتمدار عمل کرده و بگوید که بهترین چیز برای من این خواهد بود که از قدرت کنار روم. حالا معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی با رد این اتهام میگوید که رئیس جمهوری خودش از حامیان صلح است و طرح صلح را نیز وی ایجاد کرده است. طرح صلح نقشه را صلح رئیس جمهور غنی نوشته خودش. بینه چطور کسی که خودش نقشه صلح را بندازه باز پروسه صلح کن کنه؟ در همین حال یک مقام افغان که نخواسته نامش بیان شود به خبرگزاری روی ترز گفته است که گفتگوهای صلح به رهبری زلمه خلیلزاد از نظر رئیس جمهور غنی یک خیانت شخصی به وی و تسلیم شدن واشنگتن به خواسته های طالبان دانسته می شود. آقای خلیلزاد می خواهد خود را قهرمان صلح نشان دهد و رئیس جمهور غنی نمی خواهد که در نقش یک شخصیت شرارت پسند و بدمعاش ظاهر شود. رئیس جمهور به این باور است که به وی خیانت شده است. رئیس جمهور حق داره که بگه، حق داره که ما دستاوردهای 17 ساله یا 18 ساله را نمیخوایم به صفر ضرب کنیم. ما حقوق مردم افغانستان را نمیخوایم که زیر پایشه. ما نمیخوایم چنین صلح باشه که بوی خون بده. ما نمیخوایم چنین صلح باشه که موقتی و برای چند روز باشه و باز ما نوکر پاکستان باشیم، دست نشانده پاکستان باشیم. یک مقام ارشد آمریکایی نیز گفته است که رئیس جمهور ترامپ امیدوار است که گفتگوهای صلح بهترین نتایج را به بار آورد، ولی او کدام توافق بد را نخواهد پذیرفت. اختلاف ها میان کابل و واشنگتن درباره گفتگوهای صلح پس از آن آشکار شد که حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان انتقاد کرده و به وی اتهام وارد کرد که او در پی اهداف شخصیش در روند گفتگوهای صلح است. برخی از مقام‌های بلندپایه حکومت افراد متهم و جنایت پیشه را پشتیبانی می‌کنند و این موضوع سبب شده تا اقدام برای بازداشت آنان واکنش برانگیز شود. شماره از اعضای مجلس نمایندگان می‌افزایند تا زمانی که قانون به گونه یکسان تطبیق نشود و مقام‌هایی که از زورگویان پشتیبانی می‌کنند برکنار نشوند، بازداشت این زورگویان ناممکن است. اما وزارت امور داخله میگوید با تمامی کسانی که متهم به انجام جرایم گوناگون و زورگویی اند برخورد یکسان می شود. اقدام حکومت برای بازداشت شماری از افراد متهم به جرایم جنایی و زورگویی در یک سال گذشته با واکنش های تند شهروندان روبرو شد.
بازداشت نظام الدین قیصاری، عبدالغنی علیپور و نوید خانابادی سبب شد که شمار زیادی برای رهایی آنان به جاده ها بیایند و حکومت را ناگزیر بسازند که آنان را رها کنند. در تازه ترین مورد، اقدام به بازداشت حسیب قوای مرکز در ولایت پنشیر نیز با واکنش های گوناگونی روبرو شد. اکنون پرسش اینجاست که بازداشت کسانی که متهم به بدرفتاری با شهروندان افغانستانند چرا واکنش برانگیز می شود؟ که بین اعضای این سیستم مافیایی سیاسی صورت می گیره، بعضی را می خواهند دستگیر کنه و بعد مردم نتیجهش هم میبینه که کسی را که به عنوان قاتل دستگیر میشه دو روز سه روز بعد به عنوان قهرمان آزاد میشود. متاسفانه حکومت یک خلایی که داره که همسان برخورد نمیکنه. از سوی هم شمار دیگر از شهروندان کشور میگویند باید با کسانی که متهم به جرایم جنایی اند برخورد جدی شود و مردم نباید از متهمان پشتیبانی کنند و دولت با او برخورد جدی بکنه و مردم هیچ گونه از او حمایت نمیکنه به خاطر که اونا برای ما ظلم میکنن. اما فعالان مدنی به این باورند تا زمانی که با تمام افراد متهم برخورد یکسان انجام نشود میزان جرایم جنایی کاهش نخواهند یافت. تا زمانی که حکومت به صورت بسیار دقیق با اتکا به قانون عمل نکنه و برخوردهای سلیقه‌ای تیمی و قومی را اولویت بده به هیچ وجه مردم اعتماد نمیکنه. اما پاسخ وزارت امور داخله در پیوند به این موضوع چیست؟ هر آن کسی که قانون نقض میکنه، قانون بالای آن تطبیق میشه. افراد مسلح غیر مسئول، زورمندا، غاصبین زمین و هر آن کسی که متهم به جرمای گوناگون باشه، او دستگیر میشه. در همین حال آگاهان نظامی چگونگی شیوه گرفتاری متهمان از سوی وزارت امور داخله را انتقاد میکنند. دو نفر پلیس کفایت میکنه که او را بگیره. حاجت به یک گروپ چی داره؟ نفرایش اگر نمیشناسین چه تو استخبارات هستی؟ در حال شیوه گرفتاری ها انتقاد می شود که وزارت امور داخله در چند عملیات نتوانسته است حمید خراسانی و حسیب قوای مرکز که به جرایم جنایی متهمند بازداشت کند. اما در تازه ترین مورد پلیس موفق شده که موسای ترخیل را که متهم به زورگویی در کابل است گرفتار نماید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که بودجه انتخابات های پیشرو مشمول انتخابات ریاست جمهوری 192 میلیون دلار پیش بینی شده است. آنان تاکید میکنند که تا کمتر از 12 روز دیگر روند بروزسازی ابزارهای شناخت بایومتریک برای نامنویسی رای دهندگان پایان می‌یابد. در این حال سرپرست وزارت امور داخله از تامین امنیت تمامی مرحله‌های انتخاباتی و بی‌طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات پیشرو خبر می‌دهند. شرکای انتخاباتی در اینجا گرد آمدند و چندین تفاهم نامه را در راستای تامین امنیت روند انتخابات های پیشرو امضا کردند. سرپرست وزارت امور داخله از تامین امنیت تمامی مرحله های انتخاباتی در کشور خبر می دهد. با استفاده از تجارب که نیروهای امنیتی الحمدلله در تامین امنیت انتخابات های گذشته داشتند، یک فضای مطمئن به مردم افغانستان جهت آمدن به صندوق های رای و رای دادن برای کاندید دلخواهشان در انتخابات سال آینده تأمین کنیم. بر بنیاد بررسی های نخستین کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای ولایتی و همچنان انتخابات مجلس نمایندگان غزنی 192 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت. در حدود 192 میلیون دلار بودجه ابتدایی پیش بینی شده که دو مرجع ما داریم. اول دولت افغانستان، وزارت محترم مالیه و نهادهای کمک کننده بین المللی که هر دوی از این تاکنون همکار هستند، اما این همکاری از این مشروط به ارائه همون طرح بودجه مشخص کمیسیون انتخابات است. همچنان کمیسیون انتخابات تاکید میکند که تا کمتر از 12 روز دیگر روند بروزسازی دستگاه های شناخت بایومتریک انتخابات مجلس نمایندگان از سوی اداره مرکزی احصایه پایان مییابد و این ابزارها در روند رایدهی و سایر مراحل انتخابات های پیشرو کار گرفته میشود. سباند وزاره مرکزون لری همداسی دیر محلات لری و سراسر افغانستان که زمون محترم امنیتی مسئولین پلان گزاری بنده کار کوي پلانونه تنظیموي او زمونږ همکاران هم ورسره دي. با این همه انتخابات ریاست جمهوری کشور در ششم میزان با 6 ماه تاخیر برگزار خواهد شد و در آن 18 دسته انتخاباتی به رقابت خواهند پرداخت.
سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که وزارت معارف راهکار مشخص برای جلوگیری از استفاده جنسی از کودکان در نهادهای آموزشی ندارد. این نهاد میافزاید که اگر وزارت معارف به این موضوع توجه جدی نکند، خانواده های بسیار مانع رفتن کودکانشان به مکتب خواهند شد. اما وزارت معارف میگوید که این نهاد راهکار سودمند را به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت کودکان در نهادهای آموزشی ایجاد کرده است. نعمت الله حبیبی. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید وزارت معارف راهکار مشخصی به خاطر جلوگیری از استفاده جنسی از کودکان در نهادهای آموزشی ندارد و اگر به این موضوع توجه جدی نکند، خانواده های بسیاری مانع رفتن کودکانشان به مکتب ها خواهند شد. او د معرفت وزارت او د عالی تحصیلات وزارت لاس په کار نشي او دغه سه ناخوالو مخنیوي و نکی نو خدای مکه سبا مکتبونو ته څو خپل اولادونه من لګي. شماری از حقوقدانان نیز با انتقاد از وزارت معارف میگویند که چالش های قانونی در بخش های گوناگون این نهاد وجود دارد که به آنان پرداخته نشده است. در سطوح مختلف ما مشکلات قانونی را داریم که پرداخته نشده، چون دولت مصروف کارهای شخصی و خودخواهی و خودکامگی است، من جمله وزارت امور معارف. اما وزارت معارف میگوید که این نهاد راهکار سودمندی را به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت کودکان در نهادهای آموزشی ایجاد کرده که در سال روان هجری خورشیدی عملی خواهد شد. پالیسی مشخص وجود نداشت در چارچوب رهنمودها و در چارچوب کتابهای دینی و کتابهای اسلامی ما در این موارد تماس گرفته شد. اما در سال 97 تعلیمی پالیسی منع آزار و اذیت زنان و اطفال و کودکان در معارف افغانستان تدوین شد. در حال حاضر این پالیسی در منصه اجرا قرار دارد. با این همه از چند روز به این سو نوار دیداری آزار جنسی یک معلم توسط مدیر مکتب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. موردی که وزارت معارف می گوید پس از نشر آن نوار دیداری وظیفه مدیر مکتب را به حالت تعلیق درآورده و بررسی ها درباره آن ادامه دارد. باشندگان ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر مسئولان این ولایت را به غصب زمین هایشان متهم می کنند. شماری از باشندگان این ولسوالی میگن که غاصبان زمین به والی و ولسوال محمد آقا پول میدهند و سپس شب هنگام با زور بر روی زمین آنان خانه آباد میکنند. آنان از حکومت مرکزی خواستار بازپسگیری زمین هایشان از زورمندانند. باشندگان ولسوالی محمد آقای لوگر ادعا میکنند که این خانه ها شب هنگام و با استفاده از زور ساخته شده اند و آنان چندین بار به مسئولان محلی شکایت کردند، اما آنان به جای رسیدگی به این موضوع از زورمندان پول گرفته و اجازه داده اند که آزادانه به غصب زمین های بیشتر بپردازند. یه موتر کتکوی دخل کتکوی بیا کار بند سو وقت باید بیا کار شروع کیگی در طول پیسی خوری لوالی ننی ولی طرق اغیه پور در ولسوال پیلی ولسوال با کدام دلیل شما بر از 11 جیرب زمین به فروش میرسونید؟ آیا قانون بر شما اجازه میده که ساحاتی که شامل پلانای عامل منفعه باشد ای بالای اشخاص به فروش برسد؟ شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند سازندگان این زمین هیچ سندی در دست ندارند، اما با پرداخت پول به والی و ولسوال و استفاده از زور به کارشان ادامه میدهند. راست دی دولت سنگ که مقدری بود همدقا نمری بود باند خرسی که به تخفیف سره، اما دی مخفون نمری سی داود خان مقترا کردی مخ خیرات دچار نگردو. ما از رئیس جمهور می خواهیم که نمو ماستر پلان که زمان سردار محمد داود خان شهید جور شده بود نمو را تطبیق بکنه تا همه مردم بیوزات ما از این نمرات مستفید شدن. امکان لریس دولت مخ دقیق کارت مجبور کی صدا زیتی دغه ولسونه ټول وزي د دولت پلانونه بم خارې سره خارېسي شاید البته یعنی منازعات هم پیدا سي. مقام های ولایت لوگر در پیوند به اعتراض باشندگان محمد آقای این ولایت میگویند بر بنیاد فیصله نهادهای قضایی کشور این زمین ها دولتی اند و آنان مسئولیت دارند که احکام قضایی را اجرا کنند. که چیری چوک که مستحق و اغیط رسی که نور خمزه که ماش کم سند دیدره دی سراسه محکم و پاس هست بنی دا دولتی مذکره که چوک غصبی که کورون شاید چی موگه دا ثابت و کمو رسوال را وقتی دا چیلگنه دا معلومات واخل و انشالله دی بنی با عملی اقدام کو. باشندگان ولسوالی محمد آقای لوگر چندین بار در مورد غصب زمین های دولتی و شخصی از سوی زورمندان صدا بلند کرده اند و در جریان دو سال گذشته مردم با زورمندان برخورد نیز کرده اند.
که تلفات جانی و مالی نیز در پی داشته است. اما تا هنوز به غصب زمین ها در این ولسوالی رسیدگی نشده است. وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. ادامه خبرها. نخستین کارخانه بسته‌بندی جلغوزه در کشور گشایش یافت. رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش این کارخانه گفت که بازار کشورهای منطقه بر روی افغانستان باز شده است. او به وزیران هدایت داد که دیگر اجازه صادرات فراورده های کشور را به بهای ارزان به پاکستان ندهند. مسئولان اتحادیه جلغوزه خواستار ایجاد یک ریاست ویژه به وزارت زراعت و افزایش نهال شانی این میوه خشک در کشور شدند. سهولت‌های بیشتر وامدهی برای بانوان بازرگان و سرمایه‌گذار فراهم خواهد شد. مسئولان بانک مرکزی در نشست خبری که به منظور بهبود اقتصاد بانوان برگزار شده است می‌گویند بانوان می‌توانند با ضمانت اجناس و خانه در نزد بانک‌ها به سادگی قرضه بگیرند و زندگیشان را بهبود بخشند. در این حال بانوی نخست کشور می‌گوید که هنوز هم شمار بیشتر بانوان از خانه‌ها بیرون شده نمی‌توانند و باید موانعی از سر راه آنان برداشته شود. 13 نهاد حکومتی که برای توانمندسازی بانوان فعالیت دارند، برای گزارش دهی کار یک سال گذشته و بهبود کارهایشان گرد آمدند. بانوی نخست کشور در این نشست میگوید هرچند در 15 سال پس این اقتصاد بانوان رشد کرده است، اما هنوز هم شمار زیادی از بانوان بیکارند و از خانه هایشان بیرون شدن نمی توانند. اگر امروز در یک خانواده زن و مرد هر دو کار میکنند و عاید بهتر به دست میآورند، فضای جنگ و خشونت کمتر می شود در خانواده و فضای آرام خانواده باعث می شود تا فرزندان سالم به جامعه تقدیم شود. بر بنیاد آمارهای نهادهای فراهم کننده خدمات مالی در کشور، بانوان توانستند در سال گذشته بیش از 4 میلیارد افغانی را از نهادهای گوناگون قرضه بگیرند و برای سال نو نیز بیش از 5.4 میلیارد افغانی به بانوان وام داده خواهد شد. در سال 1398 ما پلان داریم که بیش از 43,000 قرضه را به ارزش 5.4 میلیارد افغانی به بانوان متشبث توزیع بکنیم و همچنان 4,000 فامیل دیگر در ولایت ننگرهار و پروان تحت پوشش قرار بگیریم. به گفته مسئولان بانک مرکزی، پس از این بانوان می توانند با ضمانت گذاشتن اموال منقول و غیر منقولشان نزد بانک ها قرضه های بزرگ و کوچک را به دست آورند. خودش زمینه را به این مساعد مثال که خانم هایی که نمی توانند تضمین برای بانک های را بکنند، در قسمت قروض کوچک می توانند که با تضمین و ضمانت شخصی خود قرضه پس بگیرند. وزیر امور زنان نیز از کمک مالی و آموزشی به بانوان سرمایه گذار و بازرگانان سخن می زند. راجستریشنی 1150 سرمایه گذاران زن، عرضه اشتغال زایی به 50,000 زن و همچنان برند ساخت زنان افغان از دستاوردهای مشترک وزارت امور زنان و اتاقهای تجارت می باشد. پروژه توانمندسازی اقتصاد بانوان برای 4 سال از سوی 13 نهاد حکومتی با پشتیبانی مالی کشورهای کمک کننده سال گذشته آغاز شده بود. اما نهادهایی که در این پروژه همکار هستند، ناامنی، بیسوادی و پیچیدگی در روند وامدهی از بانک ها را مانع پیشرفت اقتصادی بانوان می دانند. و حالا نرخ اسعار. نگاه به رویدادهای جهان. در نتیجه سقوط یک چرخبال نظامی ارتش قزاقستان در جریان یک پرواز آموزشی 13 سرنشین آن کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها مقام های وزارت دفاع قزاقستان میگویند که چرخبال نو می‸۸ در جنوب این کشور در منطقه ژالگش در شرق بحیره اورال سقوط کرده است. مقام ها گفتند که علت سقوط این چرخبال تا هنوز روشن نیست، اما بررسی ها در مورد آن ادامه دارد. تصمیم دولت آمریکا برای به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان با انتقاد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو شد. بر بنیاد گزارش ها در نشست این شورا تمامی اعضا از جمله متحدین اروپایی، آمریکا،
تصمیم دولت این کشور را نقض قوانین بین المللی توصیف کردند. بلندی های جولان بخشی از خاک کشور سوریه است که از سال 1967 در اشغال اسرائیل قرار دارد. ایالات متحده آمریکا تلاش میکند تا رهبر گروه افراطی جیش محمد را در فهرست سیاه سازمان ملل متحد شامل سازد که اخیراً مسئولیت حمله بر نیروهای هندی در منطقه کشمیر را بر عهده گرفت. بر بنیاد گزارش ها مسعود ظاهر رهبر گروه جیش محمد در قلمرو پاکستان بود و باش داشت که آمریکا تا یک قطعنامه پیشنهاد کرده تا سفرهای رهبر این گروه متوقف شده و دارایی های وی منجمد ساخته شود. پیشنویس این قطعنامه همچنان حمله انتحاری ماه پیش بالای نیروهای هندی در کشمیر را محکوم کرده که 40 کشته و ده ها زخمی بر جا مانده بود. رفت و برگشت کوتاه. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهیتان. شب شما خوش. خدا نگهدار.